درود درود، بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدید بچه ها. امروز اومدیم به ترک تقریبا جدید ما، داریم دیر میریمش. کلی مشکل پیش اومد، مثلا برای دوربین که این مموری شکست آخر کار دیگه، من شدم کل شهر رو بگردم یه دونه پیدا کنم. منم سلام، تا الان بالاخره اومدیم. خودم یکم سخت بود آجی، اومدیم ترک چطوری میشه رو بریم. خب که اردلان تومه توشه، خیلی ها توشن. تومه تومه توشه، فکر کن تومه رضا کجا بود؟ آتیش هم هست دوباره. آخه زیر خاکی ها رو دارن میارن رو خاک. آره. زیر خاکی رو دارم رو خاک. آخه تومه کجا بود؟ آخه چقدر من بچه بودم و انگوشو آره، میذاشتیم. آره آره، با هم بودن دیگه. نمیتونم دیگه بگم چقدر بچه بودم انگوشو گوش میکردم. میگه تو مگه نگفتی یا انگوش نمیکردی؟ انگوشو میذاشتن، من کودک بودم، انتخابی نمیتونستم. پیش رو تومه بهاراتیش و تتلو چطوری میشه؟ یکی از دلایلی که الان یکم شادیم خوشحالیم اینه که این شنبه ملت زدن ترکوندن، با اینکه خیلی 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 اتفاقای بدن بود که افتاد. آره. ولی ملت اونقدری که بعد میرفت پیش میرفتن، فراتر از اون حتی پیش رفتن. آره. و اینستاگراممون اگر دنبال نکردین بهتون میگم که شما استوری میذارم اونجا از اخبار و این حرفا، که خیلی از این دفاتر و این چیزای همین خودشونیا ترسیده بودن عملا. آره. و اومدن به مردم پیامک زدن که بیاین به نزدیکترین بسیج نزدیک خونتون خودتون معرفی کنین. کم آوردن و دارن کم میارن و میدونم که خیلی هم داغ دیدیم و خیلی هم عزیز و خواهر برادر از دست دادیم، بی دلیل. خیلی وقتا همش بی دلیله، ولی دیگه در حدی که بوق بزنی نه، اصلا اونا خوشایند نیستن. ولی خب اینی که مردم چقدر تونستن پیش برن و چقدر داریم پیش میریم و اینی که بعد 3 هفته خستگی نشون ندادن این شنبه، و درسته که همه خسته هستیم ولی این شنبه ترکوندن، میدونین همه ایناست که باعث میشه ما از اینجا مثلا اخبارو ببینیم که ملت دارن پیش میبرن. آقا این بار فرق داره، این بار داریم پیش میریم، ایناست که خوشحال میکنه ما رو. این خیلی مهمه الان توی موقعیت بگم، چون سنندش خیلی داره پیش میره، خیلی دارن نیرو میفرستن اونجا. آه. و اگه بمونین توی خونه هاتون باعث میشین که اون نیروهایی که میتونن شهر شما رو فعلا سرگرمش باشن برن سنندش. این کارو نکنید، حتی اگر حرکتی نمیزنید برید از خونه بیرون که این نیروها مجبورشن بمونن آماده اونجا. باش باشن. آره، برای اینکه اگه اینجوری نباشه، اگه ببینن شهر ساکته اون نیروها رو میفرستن اونجا و تا الان به اندازه کافی سنندج داغ دیده، داره مثل همدان زاهدان میشه. مهمه که بیرون بین از خونه. خلاصه خیلی اینترو طولانی شد، ولی میگم اینا که ما میگیم همیشه تو داریم تو هر ویدیو میگیم، ویدیوها بهانن با بیشتر اینجاییم که، یعنی آهنگا بهانن، ما بیشتر اینجاییم که با هم صحبت کنیم و بریم ببینیم چجوری خدا آهنگ. بریم سراغ خدا آهنگ. ارنجمنت با سوال خدابنده و گیتار الکتریکش با زورا هست، گیتار کلاسیکش با مجتبا و ساکسیفونش با همون کسوه، گیتار بیسش هم با مریم کوبانسکی. کوبانسکی دامی چیو خیشکارم که کار کاورارتو کردن. بریم چه حاجی کاورارتو اول لازم کاورارت خیلی باله، این ور سمت آبیه، دقیقا سمت چپ چیز آزادی شکسته چیز... انگار ترک خورده انگار. آره کلن... از شهر انگار داره دود بلند میشه، تاریکه، آدم طرف... تو سطل زباله است، بدبختی رو داره نشون میده. آره. و این ور این آدمه که این تو سنتر تصویره که ناراحته و سرش پایینه و کلن جو دارک و چشایی که اینجا معلقن مثل چشای شیطانن. آره. یه حالت چشمای ترسناکه و آسمونم طوفانیه. این ور ولی آسمون اوکیه، پرنده هست، این چشا معمولی به نظر میرسن. برج میلاد همون طرفه، برج میلاد اوکیه و آزادی هست، عشق. آره. میتونی ببینی، حیوان هست، حیوان هست دقیقاً. آخه و اون طرفی که دختره داره یه بادکنکی میه، هدیه میده به پسر این طرف. این دیگه دل شاده، این دیگه سر پایین نیست. کاورش خیلی حرفای قشنگی داشت واسه ما. خیلی سرسری نگاه کردیم ولی کاورو خیلی باحال زده دامیرچی و خیشکار. بریم داشته باشیم کارو. یه ثانیه اگه یه جوری به کار اضافه میکردن فیکس 10 دقیقه میبود، ولی خب مثل قیمت ها هستن. 9.45 9.95 یا 9.59 ثانیه هست. یک دو چطوری؟ مطمئنم یه جایی هم 1128 هست که ما ندیدیم.
قبل اینکه انگوش شروع کنیم بچه‌ها، یه کمی راجع به تتلوی نواخر حواشی زیاد بود که هی مجبور شد آهنگو پاک کنه، دوباره می اومد آهنگو میذاشت، بعد سر کنسرتش که بلیط همه چی رو لغو کرده بود و نمیدونم واقعا شما نظر بدین، چون من هنوز اونقدری نشناختمش که بخوام درکش کنم مثل خیلی از طرفداراش. من شخصا من اینجوری هم که هر بار یه توییتی ازش میبینم اینجوری میشم که تلفنش دست یکیه، چون هر بار فرق داره و اینجوریه که نمیدونم شما که بیشتر طرفدارش بودین با اخلاقیاتش آشنا شدین بگین چرا چی میشه هی چی باید میدونم کسی بدونه، ولی خب کلا من رها کردم، من فقط کارش رها کردم بازمش کنم که این کارم داده. آره چطوری میشه اینقدر نامرد؟ چطوری میشه اینقدر وحشی بود؟ چطور میشه اینقدر بیرگ بود؟ چطور میشه اینقدر بی وجود بود؟ بی غیرت بود؟ چطوری میشه این همه رنگو ندید؟ چطوری میشه؟ چه کار احساسیه؟ چطوری میشه بجون این حجم ننگو خرید؟ چطوری میشه؟ ننگ واقعا اونایی که اون طرف هم اینو مطمئن نیستم از موثق بودنش، ولی مثل که روزی یا هفته‌ای یه مقدار کوتاه به کوتاهی به این سرکوبگرا دارن چند میلیون هی میدن و خریدنی هن یه سری ها مثل که آره. پولی هن تمام این چیزهایی که تهران تتلو گفت واسه اونا پولی، قشنگ با پول معاوضه کردن همه اینا رو. چطوری میشه بگو این همه قلب و شکست؟ چطور میشه روی یکی همه درها رو بست؟ چطوری میشه برید این همه نون از سفره ها؟ چرا اینقدر راحته زدن دست برد به ما؟ نور بپاچیم به تیرگی ها، یه روح تازه بدیم به ایران، جای این که بی خود بشینی بشی پا، چی میشه یه نفس تازه بگیری بدیم ما بیا یه کو. چه ریتم جالبی داره. آره. ریتم اسپانیش تو رو باحالیه، میبینی خیلی قشنگه. بعد نگاه کن، یه چیزی که خیلی عجیبه ولی واقعیه اینه که اصلا حالا خیلی اینجوری هم که ما یکم دلمون رو خوش میکنیم میگیم اینا اکثرا ایرانی نیستن، عربن. آره قاطیشون هست، ولی خود ایرانیایی هم هستن زیاد که با پول خریده میشن و اینا خریده شدن و انقدری اینا سفت میدونن جای خودشونو، انقدری امن میدونن جای خودشونو که بچه های خودشون نه تنها میان آزاد میگردن همه جوره، بلکه ویدیو میگیرن از خودشون. یعنی اولین بار که من مثلا اون ویدیو رو دیدم گفتم من که اگه جای اینا بودم که خودم میکشتم، ولی اگر که فرض کن جای اینا بودم و نمیخواستم خودم بکشم، حداقل نمیدونم من خودم ویدیو بذارم. خیلی بینامصبر باشی، خیلی دیگه خودشون رو سفت میدونن که اینجوری میکنن. یعنی هم سفت بود هرچی هرچقدر خود رو سفت بدونی که باید اند بینامص باشی. هش دقیقا خیلی باید اینجوری باشی که بتونی همچه حرفایی رو بزنی. و بله اون هلیا اومده بود این شروور رو گفته بود، این خود ویلنان انگار، خود زحاک و خود شیطان و من پلیدی. من توی این فیلم ها میدیدم لیاقتشونه این کرکتر بد ترس ناکم مثلا دقیقا. کرکتر بد ها میان میگن ما اینجوری میکنیم و صاحب دنیا میشین. بعد این بوست این هلیا رو گوشتم دارم دقیقا همون جوری داره میخنده، این فیلم ها که یه ویلن رو میخوان ویلن نشون بدن عملا اون جوری داره رفتار میکنه. اینا چی پا چی میشه یه نفس تازه بگیری بدیم ما بیا یه کوه بشیم و یه چهار خوشگلیه بینی یه صدا بشیم که بپیچه این بار توش زمین و بذار که بگیره این کار بذار جون بگیره سالمه بذار بمیره بیمار چی بذار جون بگیره سالمه بذار بمیره بیمار جون بذار جون بگیره سالمه بذار بمیره بیمار احتمالاً استعاره است، مثلا این سالمه با بیمار مثلا اون بیمار اون بخش تاریخ احتمالاً هم چیزی هم استعاره من هم همین دقت کردم چون کورسه احتمالاً چند بار بگیتش دوباره دقت کنم این سری داشتم بیشتر با
مود و فازش میرفتن من جلو. منم فهم میکنم اینجوریه که بیمار خود این حکومته. آره. دیگه بذار بمیره دیگه، بیمار مریض همه میدونن مشکل داره. استعاره طور باید باشه. بعد اونی هم که میگه بذار زنده بمونه. آخه نگاه کن تو وقتی که نسل جدید مملکت بود مشکل دارن. آره. تموم کاره. دقیقاً. تمومه چقدر دیگه. زور زدن نسل جدید، نسل تازه. آره. نسل نو رو مثل خودشون کنن از اون سلام فرمانده اسلامی و... کردن کلا چیز مدارس و آره. میدونی خیلی زورشون رو زدن. دقیقاً. اما این مردم ریشه دارن، اینو فرق داره. وقتی که جوونه ملت جوونه یه مملکت نخواد یه چیزی رو، یه نسل جلوشونه که اینو اونو برکنار کنن و میکنن. دقیقاً. توش زمینو بذار که بگیره این کار، بذار جون بگیره سالمه، بذار بمیره بیمار، نور بپاچیم به تیره ایران، بیا یه روح تازه بدیم به ایران، جای این که بی خود بشینی بشی پاچی میشه، یه نفس تازه بگیری بدی ما، بیا یه کوه بشیم و یه کیشه ایمان، بیا یه صدا بشیم که به پیچه ایما، تو گوش زمین و بذار که بگیره این کار، بذار جون بگیره سالمه، بذار بمیره بیمار. آجی چقدر منو داره یاد یکی از آهنگای دیگهش میندازه که الان اصلا هرچی فکر کنم اسمش یادم نمیاد، ولی دقیقا همین شکلی، اونایی که تتلیتیان بهتر میدونن کدوم یکی از کاراشه که دقیقا همین شکلیه، با همین ریتم شروع میکنه و همین جوری اوج میگیره. میدونی یه همچین حالتی ازش شنیدم ولی یادم نیست کدوم کارشه، نگاه دقیقا با هم هم شنیدیم یادمه، نمیدونم ولی بیاد. خب من اینو میخواستم بگم که خوشحالم که توی آهنگ اینسترومنت واقعی داریم، چون من آهنگ هر کسی یه سلیقه‌ای داره، من شخصا دوست دارم توی آهنگ اینسترومنت رو بشنوم، اون سازا رو بشنوم. اینجا گیتار کلاسیک داریم، گیتار بیس داریم، ساکسیفون داریم، گیتار الکتریک داریم که الان رفتیم سراغش. بذار پلی کن. گاهی فشار جهل به حدی بالاست که کندن دندان عقل لازم است. چه تو میشه این همه جوونو نادیده گرفت، چه تو میشه این همه استعدادو کشت، چه تو میشه که انقدر بدیم استکبار و رو، چطوری میشه فقط در جا فقط تکرار و فحش، چطوری میشه به مهمون جای پذیرایی بزنی با توم و مشت. البته اینجا برعکسه، چون که اینا در واقع مهمونن، اینا انکر در واقع باید برن گمشن، همین هم استعارت مثلا میگه چه جوری میشه در اون لولات پست بود. بزنی با تو مشت چطوری میشه ندید یه دختر یه خانوم و خوش، چطوری میشه بگی ما پسرا مردا بگیریم اسلحه هامونو پشت، من رو دوشم بازوکا خسته قانونو خشمام. این چقدر وقت دارم تومه رو نمیشنم، الان دارم یعنی بعد چقدر وقت میسازم. این تومه عوض شده صداش. آره پشت، من رو دوشم بازوکا خسته قانونا، خونمون داغون داغون بود دیوار ما کوتاه، حالا ریختن تو خیابونا، همین جا یاکوزا پی انتقام زالوها، میمه که خونه تو آروم آروم. دقیقا. آقا من یه چیزی میخواستم بگم، من یه ویدیو پرونده جنایی توی چنل یک رکورد، برای چنل یک رکورد کرده بودم قبل اینکه این جریان رو بخواد کلن پیش بیاد، چندین هفته پیش، و چند بار من اخطار دادم و اول ویدیو که حالا ویدیوش نه هفته بالا چون کلا نمیشه دیگه فلان شعلی فعالیت کرد، ولی اخطار دادم چند بار که اگه روحیه ضعیف که هیچی، اگه روحیه معمولی یا حتی قوی هم دارین این ویدیو رو شاید نبینین بهتر باشه، چون خیلی 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 داغونه این اتفاقی که تو اون ویدیو افتاده. و اون کسایی که تو اون ویدیو اون جنایتو کردن یاکوزا بودن، گنگ جنایتکار ژاپن، و اینا عملا دیگه اومدن اسم آقا ما اینیم، ما گنگیم، جنایتکاریم، اینیم. و
این کارو کردن. حالا من اومدم من دیگه این ویدیو رو نمیتونم بذارم، چون جریان نیکا از اون هزار برابر بدتر بود و دیگه من اینجوری بودم که من اینقدر هشدار دادم ملت مثلا اینو نبینن، شاید خیلی بد باشه واسه شون، وسط ایران خودمون پیش اومد. اتفاق افتاد، این هارومزاده هر چی بگی از این آخونده پدستگ برمیاد. بعد مثلا میگن داعش، بابا حداقل داعش کار خودش رو به گردن میگیره، کمه کمه کمش داعش میگه آره ما بودیم ما کردیم. شما که نیکا از پشتمون افتاده، سارینا از پشتمون افتاده، نمیدونم یه استوری گذاشتم چون حتما این نمیخوام بگی خودش وسط خیابون به خودش لیک کرده تو ماشین. آلوه میمه که خونه تو آروم آروم مالا واسه باید به جوینا خونه تو تومه شدن همه با طول تو که دختر با موهاش زد زامن و زیر بارو تا تو کلا گلتنی پیل مرد و باز پشکن زانومات. دقیقا این چقدر رو همه تاثیر گذاشته، این ویدیوهایی که نشون میداد با لگد میزنه کف قفس سینه اون پیرمرده، پیرمرد بیناموس، اینجا نفسش دیگه بالا نمیاد تو یه ضربه اینجوری بهش بزنی، با لگت پا میری تو سینش. یا اون پیرمردی که خیلی خیلی پیر بود و داشت از دماغش خون میومد یه سره که زده بودنش، یا هزار تا آدم پیره دیگه. از طرفی نمیدونم، میدونی حداقل این آدما رفتن تو خیابون، اگه هم 40 سال پیش که غلطی کردن بدبخت کردن یه مملکتو، الان رفتن تو خیابون سعی کنن جبران کنن. اون بیناموسایی که این وسط ساکتن رو من نمیدونم چی بگم. زامن زیر بارود تا تو کلا گلتنی پیره مرد و باز پشکن زانومات، میشکنم هارون تو میشکنم آتوم تو آماده از تابوتا. بیان نور بپاچیم به تیرگی ها، یه روح تازه بدیم به ایران، جای این که بی خود بشینی بشی پا، چه میشه یه نفس تازه بگیری بدیم ما. بیا یه کوه بشیم و یکی شیم ما، بیا یه صدا بشیم که به پیچه این بار، تو گوش زمین و بزا که بگیره این کار، بزا جون بگیره سالمه، بزا بمیره بیمار. در واقع استعاره نسله، این نسل قبلی، این فکر قبلی، این ایدئولوژی قبلی، این حکومت قبلی. میدونم همتون با کلمه بپاچین راحتین، ولی من چون ترانی من ما نمیگیم بپاچ، میگیم بپاش و میگه بپاچ، من حس میکنم تام دارم فاز گرفتم با آهنگ، بعد تا چه رو میگه اینجوری میشم یه ذره احساس ما عادت نداریم بگم نرماله. بپاچیم به تیرگی یا بیا یه روح تازه بدیم به ایران، کورسی داره بی خود بشینی بشی پاچی میشه یه نفس تازه بگیری بدیم ما. بیا یه کوه بشیم و یکی شیم ما، بیا یه صدا بشیم که بپیچه این با، تو میشه زمین و بزا که بگیره این کار، بزا جون بگیره سالمه، بزا بمیره بیمار. اجباری جمهوری اسلامی نمیخوایم، بفهمین برین گمشین، ما شما رو نمیخوایم. بله خب دوستان عزیز، دقیقاً اگه در حد یه دونه ماهی قرمز شور و درک و فهم داشتن تا الان رفته بودن دقیقا. مسئله اینه که میدونن، خوبم میدونن، واسه همین دارن مقاومت میکنن. اینجوریه که بعضی هم میگن که مثلا این صد نظام نیست، صد نظام مثلا صدشو نذاشته. خب اگه خشن بیان، حالا گوش کن، اگه خشن بیان اونا مثلا اون روشو میذارن و نه حاجی اینجوری هم نیست. اگه نظام دیگه میخواد چیکار کنه حاجی؟ اگه میتونست بیشتر از این بذاره میذاشت، همین الان میذاشت. مگه مثلا میخواد بذاره مثلا 3 هفته طول بکشه بعد بیاد صدشو بذاره؟ چه کاری؟ مگه بازی هم لول به لول باشه؟ همونجا سعی میکنه زود خفه کنه، صدشو داره میذاره. همینیه که میبینید بچه‌ها، بعدم واقعا نمیتونه تانک را بندازه، نمیتونه موشک بزنه اونجا. تمام اگه دنیا این کارو بکنه رسما سقوط کرده نظام، این خودشو تو بوخ کردنه، یعنی دقیقا. شکست و پذیرفتنه، دنیا میفهمه به این سادگی نیست این کار. این انتخابی که شاید آخرین لحظه انجام بده و اون لحظه بعد ما خوشحال باشیم چون موفق شدیم، تموم شده است اونجا دیگه. نمیخوامش وقتی که جون نداره همسرم،
من اسمایلیون. این پولو نمیخوام وقتی نون شب نداره هموطن، من این خونو نمیخوامش وقتی بست از رگم، من این شعرو نمیخوامش وقتی خست از قلم، وقتی شکست از قلبم. کی میگه حالش خوبه؟ دروغه، رو دوشمون یه کوه یه ورگه. فکر کنم این تومس قبلی که بود سر خدا بنده، شاید این سر خدا بنده. نه بابا، سر خدا بنده که کارو بسته، اون اصلا نمیخونه سر خدا بنده، ولی انگار که دو بار داره میخونه چیز، دو بار داره میخونه اردلان تومه دیگه. نگاه پیش رو تومه، بهار رو تتلو، فکر کنم یه کورسه، چون خیلی طولانیه یه ورس دیگه هم داره تومه. کی میگه حالش خوبه؟ دروغه، رو دوشمون یه کوه یه ورگریه یه مادره، تفنگ دست برادره رو پیشونیمون نشونه، خونابه روونه، مهسا چه مهربون بود، نیکامون چه جوون بود، و دانشگاه زندونه، دعا کن که خودش به خیر بگذرونه، من بغضم پنهونه، میدم مشتم نشونه، میزنم جاش بمونه و بشکنه استخونت، خب خون خونو میکشونه. واقعا زخمایی مثل زخمی که از نیکا رو قلب ایران مونده جاش ابدیه، جاش همیشه است. ببین عکسشون هم هست اونجا، مهسا و نیکا و فکر کنم حدیث با حنانه باشه، مطمئن نیستم، شاید اون خیلی ریزه. چیز سارینا، شاید هم سارینا، خیلی ریزه. آ بچه‌ها یه چیزی، یه تئوری در اومده که اینا همه این اتفاقایی که الان داره توی را میفته، این اعتراضاتی که مردم دارن انجام میدن، این مهسایی که کرد بود و کشته شد، نیکایی که لور بود و کشته شد، حدیثی که ترک بود و کشته شد، اینا همه برنامه ریزی و کارهای انگلیس، اونا هنوز هم دارن ما رو کنترل میکنن. یه تئوری توته اینجوری در اومده که یه سری جاها داره پخش میشه، نمیدونم شنیدینش یا نه. بچه ها بهان ندین، این فتوای خودشونه، پروپاگاندای خودشونه، اینا اصلا چیزایی نیستن که انگلیس طراحی کرده باشه، اینا چرت و پرت محضه. به خاطر اینکه شما، من خودم اول که این خبر رو خوندم تحت تاثیر قرار گرفتم، باورم شد، ولی بعد که با چند نفر حرف زدم، با امید حرف زدم، فهمیدم که چرت و پرته. به خاطر اینکه الان اگه دقت کنین، بازم یه دختری از مشهد رو زدن کشتن که بگن ها بیا ببین دیدین تئوری که داریم بهتون گفتیم واقعیه. چون اولین چیزی که مثلا علی کنار دستم نشسته بود وقتی این تئوری رو خوندی بهم گفتیم بود که ای خونجرا خوندا نرن بهتره، که اینو میخوان شما دایان. فکر کنین، میخوان شما فکر کنین آخوندا نرن بهتره دایان. و این یه چیزیه که دارن خودشون این پروپاگاندا رو دادن و خودشون دارن اجرایش میکنن تا بخوان به شما بگن که نکنین مردم، نکنین شما آخوندا رو لازم دارین، این مملکت رو لازم دارین دایان. یا اون پلیسایی که ریخته بودن توی خیابون با مردم داشتن شعار میدادن، اینم باز معلوم بود، ولی اینم باز کار خودشون بود و اصلا به خاطر این نبود که با مردمن، مردم داشتن میرفتن توی کلانتریا سلاح بردارن و اینا اومدن گفتن آره ما از شمای، ما با شماییم، که مردم لازم نبینن این کارو کنن و مردم مسیرشون رو از کلانتری کج کردن نرفتن. تکنیک قرآن سر نیزه کردن دیگه. بریم که بی خود بشینی بشی پا، چی میشه یه نفس تازه بگیری بدی ما، بیا یه کوه بشیم و یکی شنیمون، بیا یه صدا بشیم که به پیچه این بار، تو گوش زمین ها بزا که بگیره این کار، بزا چون بگیره سالمه، بزا بمیره بیمار، نور به پاچیم به تیره یا بیا یه روح تازه بدیم به ایران، جای این که بی خود بشینی بشی پاچی میشه یه نفس تازه بگیری بدی ما، بیا یه کوه بشیم و یکی شه ایمان، بیا یه صدا بشیم که به پیچه این با توش زن. چقدر حال میده الان؟ خب به این ترکیبی که دارم میشنم، ساز کوبه ای با پیانو، چقدر حال میده که آخرای کار یه آکاردئون یا ساز دهنی، مثلا بیشتر آکاردئون بیاد قاطی کار، چقدر بهش میخوره. فکر کنم مثلا از یه جایی به بعد اون ملودی رو آکاردون بزنه، خیلی قشنگ میشه. یا این همجوری ایده طلبی داره. کیشه ایمان بیا یه صدا بشیم که به پیچه این با، توش زمین و بزا که بگیره این کار، بزا جون بگیره سالمه، بزا بگیره ایمان. ساکسیفون هم خوبه. چطوری میشه نرفت؟ چطوری میگی بمون؟ دقیقا چطور این همه ظلمو
اتحاد تنها را آجی شاه آمد اتحاد اتحاد چطوری اتحاد. میشه واقعا گمتون که چطوری میشه بیخیال میری اتحاد یس فقط دست شما شیاطین گریخت تنها راه زنده موندن فریادمونه بیا خوشی رو بگیریم فقط دریا بمونه وقتی هر قطره ی این دریا از اشکای خونه باید هر انسانی خواهرش رو مهسا بدونه تنها نیستیم با این که پر از جلاد خونه همین تن و بدن شکسته هم بالمونه نیکا میره ولی سلطان قلب ها میمونه به نام همه شهدایی که تو حسا میمونه میدون میمونی ما همیشه هوا چه ورسی داره پیش رو بچه ها به خاطر اون چقدر واقعا میساندرستندینگ چی میشه به خاطر اون ایراد سوء تفاهمی که به وجود اومده بود به خاطر حدیث حدیث از یه جای به بعد یهو صداش بریده شد مهسا خوبه که صداش خیلی بلنده نیکا خوبه که صداش خیلی بلنده ولی حدیث هم این خیلی شهید شد واسه مردم از خود گذشتگی شدیدی انجام داد حالا اگه یه ویدیوی اشتباهی و خانوادش یه کس دیگه دیدن و یه سوء تفاهمی وسط پیش اومد دلیل نمیشه که این اتفاق واسه این فرد نیفتاده و انقدر یه دفعه دیگه هیچ وقت هیچ جای مسداشو نمیبینم اسمشو نمیبینم خوبه که توی کابر هست ولی حدیث نیکا این همه پسرامون این همه دخترامون همه زیادی اینا همه هست از اون طرف هم اینی که متمرکز نگه داریم متمرکزش مهسا یه رمزه مهسا یه مهسا نیست آره یه دختر مهسانا مهسا اون رمز و اون اسمیه که همه این زیر مجموعه رو زیرش داره همه شهدایی که تو حسا میمونه میدون میمونی ما همیشه حواسمونه بیشرف اونی که خودشو ثوابه دونه بیشرفه به هر شکلی حواسمونه بیشرف اونی که خودشو ثواب دونه بره به سمت ظالم و باشه الان به سودش برامون یه دنیا باید لباس عذاب پوشه دقیقا الان به سودش ولی خب به سودش برامون یه دنیا باید لباس عذاب پوشه تو گوشه به نماز هرکی ترانه سازه کی به جز خودمون پا میشه بران جاته کنار هم دیگه میمونیم که بلا به دوشه بریم به سمت ایرانی که هرکی در آرزوشه از بچگی تو مغزم بود چرا آزادی زن در بند بود دیگه هر بری قلبم خونه کی میتونه حدیثو برگردونه کل قبیلم دمش کرم دارم به همه اشاره میکنم دمش کرم واقعا هیچی نمیتونه فقط تنها چیزی که تنها چیزی که میتونه باشه اینه که کاری کنیم که به ثمر بشینه فقط زن در بند بود دیگه هر بری قلبم خونه کی میتونه حدیثو برگردونه کل قبیلم سرگردونه حتی نمیشه که برگشت خونه این جانیا حالی کردن که هر روز و هر شب حسرتونه قانون میشه پیدا نکرد به اسم دین به شر جان ازت برا فریاد درد مشترک باید جنگی با اجبار فقط هر سال اینا انگار منم انگار توی مثل خواهرم باورم نمیشه نیستیم بینمون ولی باید همو پیدا کنیم انتخاب زن زندگی آزادی اتحاد ترس زنده بیدار باشیم اتصال شهرامون تشنه آبادی ارتباطو همیشه داریم رو به حق قبله آگاهی چقدر پر بود این چقدر قشنگ بود چقدر پر بود آتشو خیلی دوست داشتم دقیقاً الان بگو شما بگو اوکی چیزه یه عکس گذاشتم توی استوری که نیکا اینجوری نشسته بود تو فکر بود بعد مهسا دستش روی شونش بود و گفت نگران نباش موفق میشن الانم که دارم میگم اش صدا میلرزه خیلی خیلی اون عکسو که دیدم زار زدم چون چجوری نمیدونم چجوری بگم میدونم چی میگی من الان من اون عکسو که میگی ندیدم ولی کامل میفهمم چی میگی موفق میشین رای دیگه نیست بی ترس زنده بیدار باشی اتصال شهرامون تشنه آبادی ارتباطو همیشه داریم رو به حق قبله آگاهی نور بپاچیم به تیرگی ها یه روح تازه بدیم به ایران جای این که بی خود بشینی بشی پا چی میشه یه نفس تازه بگیری بدیم ما بیا یه کوه بشیم و یه کیش ایمان بیا یه صدا بشیم که بپیچه این بار تو گوش زمین و بذار که بگیره این کار بذار جون بگیره سالمه بذار بمیره بیمار بیا یه دفعه رو پشت هم باشیم استانبول
لایف پارک با مجوز 28 مهر فراخوان داره چیز میکنه سالون رو دیگه به هر حال گرفته و گفت که خب یه محیط چی میگن محافظت شده امن واسه یه صدامونو یکی کردن و همین دیگه خوبه محیطشو فراهم کرده که ملت امن برن این کارو کنن. کاری به حاشیه‌های عجیب غریبش ندارم که چی شد که این شد، ولی اینی که شد خوب شد. آره آره دقیقاً. و داریوش یه کنسرتی گذاشته بود توی انگلیس و لندن انگلیس که معلوم قشنگ دیگه چی جوری انگلیس بیاد داد بزنه که آقا ما خودمونیم، خودمون ایناییم، اینا ما هن، ما همه یکی هستیم و داریم دهن ملت ایران. حالا چی اینشو من بهش فکر نکردم ولی شما بهش فکر کردی. از اون طرف من چیزو میگم، اینی که اینا خیلی نفوذ دارن، خب بالاخره توی کارهای غیرقانونی و حالا میخوام بگم مافیا، کلمه مافیا شاید درست نباشه، کلا این مافیا بازی ها خب. آره این مافیا بازی ها دست دارن دیگه اینا. خوبه که مردم خیلی... دارن مردمو پیدا میکنن. آره. و مافیا دارن شناسایی میشن. آره اینی که مثلا اون طرف مافیای اون طرف با ایران، با مافیای ایران حداقل دستشون گردن همه، اینی که مثلا یه همچی درخواستی داشته باشن اونا میتونن اجرا کنن. میدونی پیش اومده، قبلا هم اینو دیدیم. اون که 100%ه، ولی اگه دولت انگلیس بعد اینکه تهدید به بمب گذاری میشه سالن داریوش نمیاد بگه اون کسی که تهدید به بمب گذاری کرده و از طرف ایران بوده پس ایران تروریسته، نمیاد اعلام کنه که تروریسته تا بخواد همه بندا رو باش قطع کنه، این یعنی انگلیس میخواد اینا رو، این یعنی انگلیس با اینا. اینکه انگلیس اینا رو میخواد که اصلا هیچ کاری، این قطعیه. از اون طرف اون یه شایعه بود، اینی که مثلا هم یعنی چیزی، تنها چیزی بود که همینجوری گفتنش. اصلا خود داریوش هم درست حسابی نمیدونست چی شده، داستان خود داریوش چیه. پیج خودش یه چیزایی گفته بود که مستقیم نگفته بود، ولی معلوم بود داره به کی میزنه. دقیقاً معلومه بی هیچ دلیلی نمیتونن مستقیم بگن اینا این کارو کردن. فکر نکنی خارج از ایران آزادی بیان هست، چون داریوش خیلی تاثیرگذار بود بالاخره، میدونی میتونست تاثیرگذار بشه، میتونست خیلی بولد کنه. بعد از اون طرف اومدن همین چیکار کردن، ولی هیچ توضیح درست حسابی ندارن، همینجوری یه شایعه های میندازن. یه تهدیدی اونجا بود، یه تهدیدی بود، یکی میگه یه بمبی گذاشتن، میدونی هیچ کدومشون هم، و همه اینا از بی‌کفایتی مسئولی هست. اون مسئول هم همشون دستشون آره دست خودشونه. بیان یه دفعه رو پشت هم باشیم، استانبول لایف پارک با مجوز 28 مهر همین چند روز دیگه بیاین صدای همدیگه باشیم، بذار صدامونو دنیا بشنوه. بیاین به نام آزادی برای خواهرها و برادرامون، بیاین نشون بدین که ما اینا رو نمیخوایم، صدای آزادی رو به دنیا فریاد بزنیم. باید گم بشه. کار قشنگی بود، کار خیلی قشنگی بود، خیلی دوست داشتنی بود واقعا. از همه طرفی منو گرفت، یعنی هم کار احساسی بود، هم کار انگیزه توش داشت، هم عشق توش داشت، بس هم بستگی توش داشت. نمیدونی من بود. چند بار تصور کردم سناریو رو تو آینه جلو برای خودم و همه جوره تو ذهنم اجرایی جلاینه، همه جوره که وقتی مثلا نمیدونم عجیبه، یه تصویری از بچگی تو ذهنم بود که یه سن بیشتر از سنی که از ایران خارج شدم برمیگردم و همه جا رو میبینم و انگار عشق دارم به همه چی و انگار هی گریه میکنم خیلی زیاد. یه تصاویری از بچگی همیشه تو ذهنم بود، از بچگی که نه از وقتی که اومدیم اینجا، کلن بچه بودم تقریبا دیگه و یه مدت زیادی گذشته و هی این تصویر رو داشتم که وقتی برمیگردم خیلی خوشحالم و پر عشقم و همش گریه میکنم همه جا رو نگاه میکنم. بعد الان انگار نقطه ها دارن با هم کانکت میشن، انگار همشی داره واضح میشه، چون هر موقع که میام با خودم تصور کنم چی کار میکنم، کجا میرم، چی کار میکنم، تنها چیزی که تو ذهنم اینه که فقط به محض اینکه رسیدم از دم همه رو بغل میکنم و گریه میکنم، هر کی میبینم، میشناسم نمیشناسم مهم نیست، میدونی، فقط میخوام همه رو بغل کنم، فقط گریه کنم، همه جور نگاه کنم،
با دوستام همه جا برم. من اینقدر سفر دوست دارم، ولی خیلی دوست داشتم همه جای ایران سفر کنم، ولی اومدیم بیرون زود. میدونی نمیدونم بهتره خود مملکت خود آدم. خلاصه اینکه بچه موفق میشیم 100% و اونایی که میتونن هم حتما به این فراخوان بپیوندن برن و حتی اگه کاری نمی کنین از خونه برین بیرون، نذارین مامورایی که اونجان بدونن که اوضاع اوکیه بتونن برن جاهایی دقیقا. که شلوغه، نذارین برن اونجاهایی که شلوغه دقیقا. و میدونم که ساده تره اینجوری که ما نشستیم و میگیم و سخت تره توی واقعیتش بودن 100%، ولی چیزی که هست اینه که دنیا این رژیم رو واسه ما گذاشته، تمام دنیا، و خوشحال نشیم به این که میبینیم مثلا اومدن ابراز همدردی میکنن. اوکی صدامونو میشنون، الان همه دنیا میدونه چه خبره، اوکی، ولی کسی به جز تک تک من و شما مردم ایران، به جز این عده هیچ کس هیچ کاری نمیکنه. عملا کار فیزیکی خودمونی. کاری که تاثیر داشته باشه نمیکنه. پس بدونیم که اگه بگیم حالا ما بریم چی میشه، حالا ما نریم چی میشه، ببین با خوشحال باشیم، خود ما ایم، مهره تکون دهنده ما ایم 100%. ولی با خوشحال باشیم به دو تا دلیل. یکی این که دلیلی ندارن برای این که بهمون کمک کنن، یعنی بعدش چپاول نمیشیم، و دلیل دومی که همه ارزشش، همه اعتبارش واسه خودمونه. مراقب خودتون باشین بچه‌ها. تا ویدیوی بعدی. خدافظ.